آخرین ماژول فوتر ما ماژول شبکه های اجتماعیه. خب به مدیریت جملا میریم، بخش ماژول ها، ماژول از نوع کاستوم، تایتلش رو می نویسیم، دنبال کنید، پوزیشنش میشه فوت 4، متنش میشه ما رو در شبکه اجتماعی دنبال کنید. خب حالا این 4 تا رو چجوری درست بکنیم که من میخوام از فونت آیکون استفاده کنم. فونت آسون خب من این رو میذارم روی حالت HTML و یک HTML میدیم، یک لیست ایجاد میکنم، یک LI ایجاد میکنم و داخلش یک لینک میذارم. شما لینک دلخواهتون رو بذارین. از این 4 تا کپی میکنم. خب حالا به جای اینها از فونت استفاده میکنم، میام روی شبکه‌های اجتماعی، دقت داشته باشید ما میخواییم تگ آی رو برداریم. کار با فایرباگ رو یاد بگیرین، بسیار مفید. اولین فیسبوک، دومی اینستاگرام. شما میتونید آیکونهای خودتون رو انتخاب کنید. بعدی گوگل پلاس، بعدی RSS. و وسط تگ های آی یه نقطه میذارم ادیتورمون پاکش نکنه. اوکی و ذخیره میکنم. خب سایت رو ریفرش میکنم.
آیکون فیسبوک ایجاد شده، اینستاگرام ایجاد شده، RSS ایجاد شده، ولی گوگل پلاس ایجاد نشده. میریم ببینیم اشکال کجاست. یک فای اضافه هست. اوکی، ذخیره. سایت رو ریفرش بکنم. خب آیکون گوگل پلاس ما هم ایجاد شد. به CSS میریم. استارت سوشال. UL فوتجار UL LI فلوپ لفت دیسپلی بلاک پیستی نگاه میکنیم. ارتفاع و عرضشون 28 پیکسل. لاین هیت 28 پیکسل. بوردر 2 پیکسل 1 پیکسل. سالید اف 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 کالر اف اف. ریفرش میکنیم. خب تکس الاینش رو سنتر میکنیم. یک مارجین رایتی داره 4 پیکسل. خب فقط مونده این نقطه رو از بین ببریم. فونت سایز 0 پیکسل. بی 4 فونت سایز 16 پیکسل. خب نقطه از بین رفت ولی فونت سایز ما زیاده. خب این هم درست شد. فاصله از بالاش کمه. بریم تا 40 پیکسل.
اوکی، فقط مونده هاورش. خب هاورش با باتم های دیگه یکیه. شبکه های اجتماعی ما هم ایجاد شد و فوتر هم تموم شد.